سلام، با 180 ثانیه یه دوشنبه 12 شهریور ماه ما رو همراهی کنید. قیمت هر دلار آمریکا در بازار ارز تهران به بیش از 12700 تومان و هر سکه به 4,700,000 تومان رسیده است. در همین رابطه برخی از بازاریان تهران ظهر امروز دوشنبه در خیابان منوچهری تجمع کردند. دختر یکی از دراویش گل‌آبادی زندانی در توییتر خود خبر از اعتصاب قضایی 9 نفر از دراویش زندانی در زندان فشافویه داده است. آنها اعلام کردند تا رفع حصر نورعلی تابنده، قطب دراویش گل‌آبادی، آزادی زنان درویش و جمع‌آوری درویشان زندانی در زندان فشافویه به اعتصاب خود ادامه می‌دهند. بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری که در تاریخ 26 مرداد از سوی نیروهای امنیتی در اطراف کرمانشاه دستگیر شده، پس از گذشت 17 روز کماکان در بازداشت است و هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. با توجه به نارسایی‌های شدید اقتصادی در کشور، پدیده کودکان کار به دلیل ضعف شدید اقتصاد خانوار در حال گسترش است، اما این کودکان گاهن با برخورد خشن مامورین شهری هم روبرو می شوند. کی زده؟ وانتی. وانتی کجا؟ وانتی مدرسه. چرا گوشتو زدن؟ زیاد جمع می کنی؟ با چی زدن گوشتو؟ تیغ. چی؟ تیغا کمی نک سر رو میتاش. یعنی گفتن چرا آشغال جمع می کنی؟ با تیغی که سر اسلام می کنن گوشتو بریدن. آره؟ شهده منطقه چند بودن؟ مدرسه. شهده منطقه 3 زایاتیاش. شکرالله سلمانزاده، رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت به دلیل آلودگی آب خوزستان طی سال جاری 34 مورد بیماری هپاتیت آ در مسجد سلیمان و ایزه مشاهده شده است. او عنوان کرده علت بروز بیماری ها پایین بودن کیفیت آب می باشد. رسانه‌های ژاپنی می‌گویند توکیو موفق نشده آمریکا را قانع کند برای واردات نفت از ایران معافیت‌هایی برای ژاپن در نظر بگیرد. انتظار می‌رود ژاپن واردات نفت از ایران را در ماه اکتبر متوقف کند. علی ملاشاهی، کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که وزش باد با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت میزان غلظت ذرات معلق در هوای زابل را به بیش از 21 برابر حد مجاز رسانده است. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت کشورش ممکن است به تأسیسات نظامی متعلق به ایران در عراق حمله کند. او گفت برای مقابله با تهدیدهای ایران هر کجا لازم باشد را هدف قرار خواهیم داد.